این سری گذرم افتاد به سمت کرج، پیشاهنگی، یک شنبه بازار پیشاهنگی. امروز توی این بازار، توی این یک شنبه بازار در خدمت شما هم و قرار بگردم که ببینم چه وسایل جالبی رو این دفعه تو کرج میتونم پیدا بکنم تو این بازار. حالا این بازار دو تیکه از سمت پایینش سبزیجات و میوه و اینجور چیزها رو میفروشن، قسمت بالایی شروع میکنم وسایل دست دوم و هر چیزی که بتونید شما پیدا بکنید رو که به درتون بخوره رو میفروشن. امروز اومدیم همینجا و قرار بگیم ببینیم چه وسایلی پیدا میکنیم. در ضمن سلام، من ایلیا رودقان هستم و خوش اومدید به این ویدیو و حتما تا انتهای ویدیو با من همراه باشید و این ویدیو رو از دست ندید. دیگه بزن بریم ببینیم چه وسایلی میتونیم اینجا پیدا بکنیم. دیگه بزن بریم. یه زمانی آدم این گوشی‌ها رو داشت فکر می‌کرد که داره شاهانه زندگی می‌کنه، ولی آدم نمی‌دونست که چقدر قرار تکنولوژی پیشرفت بکنه. دو تا گوشی آوردم، جفتشون نوکیا، یکیشون از این تاشویی‌هاست و یکیشون N95 معروفه. N95 پایینش کلید داره و اینو وقتی می‌دادی پایین شروع می‌کرد یه سری کلید مخصوص پلی کردن آهنگ و موزیک ویدیو. و این هم یه نوکیا دیگه است که حالا صفحه کلید داره، ولی قسمت جالبش اینه که دو تصویر است و دو تا صفحه نمایشگر داره. اون زمانه خیلی داشتن خلاقیت به خرج میدن تو گوشیه دیگه. آخه این چه کاریه، سرم از غم تو گریبون، این چه روزگاریه. من اینجوری هم شما رو نمیدونم، ولی من خودم به شخص عاشق جمع کردن ماشین حساب‌های مختلفم، چه قدیمی باشه چه جدید باشه. اصلا کلا برام لذت بخشه، مخصوصا قدیمیه که لامپیه و یه حس جالب میده و هرچند اصل کاسیو ژاپن اینجور چیزا باشه دیگه. دو مدل ماشین حساب من اینجا پیدا کردم، یه مدل وینسس، اینا از این چراغای لامپی میخوره، پشتش باتری میخوره، مید این ژاپنه و یه سری آداپتور خاصی هم اینجا وارد میشه، شبیه IUX این آداپتور، خیلی جالبه. یه مدل هم کاسیو پیدا کردم، مدل HL812. اون زمان این مدل ماشین حساب به مدل دانش آموزی مطرح بود، چون ارزو قیمت بود و اکثریت دست دانش آموزی میتونست خیلی راحت پیداش کنه. این مدل هم جفتشون ساخت ژاپنه و کیفیت بسیار بالایی رو دارن. این چیزی که اینجا پیدا کردم یه دونه پلیر دیجیتالیه، مدل تک لست و فکر میکنم طبق چیزی که اینجا نوشته که تاچه، فکر میکنم لمسی باشه، یه سری دکمه داره، خیلی تو کیفیت خوبی نگهداری شده، خط و خش زیاد نداره و ساخت سال 2012 هم هستش و خیلی چیز جالبیه. فکر میکنم این به ماشین وصل بشه و مثلا توی ماشین بیشتر به کار بیاد، شاید همینجوری حالت کارهای روزمره به کار بیاد. حتی ورودی تلویزیون داره، میتونی تلویزیون بهش وصل کنی. از وقتی یه سری قطعات الکترونیکی به درد بخور و خوبی رو میتونی تو این بازارا پیدا بکنی. نمونش این دیویدی رایتری که من اینجا پیدا کردم، یه دیویدی رایتر مارک ایسوز آلتر. من دارم دقت میکنم این جبهش پایینی رو باش ایسوزه، ولی در صورت میکنم جبهش بالا اون یکی قطعه بودش. یه نوع دیویدی رایتر اکسترناله، یعنی میتونید با استفاده از یک سیم اینو به کامپیوترتون اضافه بکنید و دیگه نیازی نیستش که داخل سخت افزار کامپیوترتون نصب کنید. البته که قابل حمل هم هست و خیلی شیک و زیبا هم هست. یه دونه پی‌اس‌پی چینیه مارک ایکو، روشن میشه، فقط باتری خالی میکنه. درسته، طبق گفتشون باتری فقط نیاز داره.
الان میتونم بگم که بهترین طلای تنیسی دیگه کردم این دستگاه بسیار خفن و جذاب بود، کاسیو سوپر سیستمایزر. یه دستگاهی که شاید همینجوری ببینید زیاد چیز جالب به نظر نباشه یا فقط یک ماشین حساب معمولی در نظرش بگیریم، درست که این اشتباهه. این دستگاه یک دستگاه خارق العاده میتونم بهتون بگم که تو زمان خودش که فقط ماشین حسابای ساده وجود داشتن، این دستگاه اومد به بازار، یک کیبورد کامل رو داشته، شما میتونید هر چیزی که میخواستید رو یادداشت بکنید، هم از شما تلفن ها، تودو ها و برنامه هفتهیتون یادداشت کنید، برنامه روزانه‌تون یادداشت کنید، تاریخ و زمان کل جهان رو میتونید همزمان به صورت زنده ببینید. این یه دستگاه استثنایی میتونید اون زمان اکسل رو هم، یعنی میتونید روی این پیاده بکنید و شروع کنید اکسل سازی کنید، با اینکه موقع هنوز توی دستگاه جی بی اکسل وجود نداشته. البته تمام چیزایی که این تو بوده به صورت ابتدایی بود و خفن نبود، همونجوری که میبینید یه صفحه داد ماتریکسی داره که رد تا رنگ هم نمیتونه بهتون نشون بده. و نکته‌ای که باید بهتون بگم، به اینا پی دی ای هم میگفتن و حتی کامپیوترهای جی بی هم میگفتن، چون که هم کامپیوتر بود هم وسایل داخل پی دی ای تو این داشتیم، هم ماشین حساب بودش و همه چی به اصطلاح این تو بوده دید. این قسمت هم یه سری کارت‌های مخصوص به خودش می‌خورد. فقط اینکه من باید اینو برم تمیزش کنم، روشنش کنم و روی این کار بکنم دیگه. گاهی خنده گاهی گریه، آخه این چه کاریه؟ سرم از غم تو گریبون، این چه روزگاریه؟ بعد تو این دل رسوا. ما بریم یه قسمت پایینی بازارم ببینیم و دیگه این ویدیو هم تمام بکنیم. اما یادتون میاد، حالا ممکنه سری یا در جریان نباشن، یه زمانی موسا تازه داشتن شروع میکردن پیشرفت کردن، این موسا اومده بودم، این موسا شاید تو حالت عادی چیز خاصی نباشه، یه موسا قدیمی باشه، اما برای خیلی جذابه، مارک جینیوسه. چرا جذابه؟ این به جای اینکه از سیستم اپتیک یا همون لیزر استفاده کنه، از این گوی ساده استفاده میکرده. این گوی در می آوردن، میشستن مردم و میذاشتن سر جاش که این خاکریزا و سنگایی که میگرفت و جرمایی که میگرفت روی عملکرد اون موسه اختلال ایجاد نکنه و میذاشتنش سر جاش. الان جدیدم اونجوری شده که بعد موستون بزنید چارج، یه مدت نمیتونید ازش استفاده کنید، ولی قبلا هم دقیقا یه سرگرمی داشتید اینجا رو باز میکردید گویشو، بعد میشستید تمیز میکردید میذاشتید سر جاش. دوست دارم پنج